سلام علی شیرازی هستم و با برنامه بررسی روزنامه های امروز ایران سهشنبه 19 دی در خدمت شما عزیزان هستم برنامه را شروع میکنیم با نگاهی به صفحه اول روزنامه بهار که تیتری داره از قول معاون فرمانده سپاه تحت عنوان فتنه امسال قبل از انتخابات است معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه از مسئولیت سپاه در کنترل سران فتنه و منحرفان خبر داد و گفته که امسال فتنه و مشکلات ما قبل از انتخابات است و سپاه و بسیج و مجموعه نیروهای مسلح در این زمینه کار می کنند. محمد علی آسودی در جلسه هفتگی انصار حزب الله با اشاره به شش گام آمریکایی ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و همراهی فتنه و انحراف در انتخابات آینده گفته آمریکا ضربات زیادی از بیداری اسلامی خورده و عمق استراتژیک نبرد ما در کنار کاخ سفید قرار گرفته آسودی افسوده آمریکایا گفتند که اشتباه کردیم که یک بار به سوی براندازی رفتیم آنها در حال حاضر شش گام را در نظر گرفتند که اولین آن تاثیر محاسبه است که محاسبه مسئولان و مردم ایران را در مسائلی مانند ای و صحنه نبرد در سوریه از طریق عوامل داخلی خود تغییر دهند. به دومین گام آمریکا را تغییر در پیشنهاد دانست و ادامه داد سومین گام تغییر سیاست از طریق نفوذ چهارمین گام تغییر رفتار پنجمین گام تغییر ساختار و در نهایت ششمین گام تغییر رژیم است آسودی درباره برخی از تهدیدات آمریکایی ها به بمباران هسته ایران گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و ما باید بیشتر حواسمان به داخلی ها باشد و با بیان اینکه ما در انتخابات سال 92 فقط با فتنه مواجه نیستیم بیان کرد ما هم با گروه منحرف و هم با فتنگران مواجهیم و همین دو گروهی که میبینیم گاهی, گاهی برای هم شاخشانه میکشند اما وقتی به هم میرسند دست به دست هم میدهند و اعتلاف میکنند آسودی تصریح کرد از الان مسئولیت داریم تا سران فتنه و منحرفان را کنترل کنیم امسال فتنه مشکلات ما قبل از انتخابات است و سپاه، بسیج و مجموعه نیروهای مسلح در این زمینه کار میکنند و رهبری هم همین انتظار را از ما دارد تیتر دیگری که در صفحه اول بهار جلب توجه میکنه این است بنزین غیر استاندارد جان کودکان را میگیرد و در خبری در این رابطه آمده رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با تاکید بر اینکه بنزین تولید داخل تا ده سال آینده یک نسل از کودکان کشور را به بیماری های العلاج مبتلا میکند گفته اعلام آمار و هشدارها درباره آلودگی هوا موجب افزایش فشار بر مسئولان و تلاش برای کاهش عوامل بروز این پدیده در کشور می شود. محمد رضا تابش در واکنش به اظهارات مسئولان دولتی درباره بی تاثیر بودن وضعیت خودروهای تولید داخل بر افزایش آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور گفته بر اساس آمارهای مراکز رسمی مانند دولت و شهرداری همکنون علت حدود 70 درصد از آلودگی های هوای کشور ناشی از بیکیفیتی خود را متاسفانه در چند وقت اخیر سوخت نیروگاه ها هم از گاز به مازوت تغییر پیدا کرده که این هم موجب تشدید آلودگی هوا شده است. و حمایت دولت از حوزه حمل و نقل عمومی را برای کاهش میزان آلودگی ضروری خواند و تاکید کرد بسیار از کشورهای پیشرفته در چند دهه پیش با معضل آلودگی روبرو بودند اما با برنامه ریزی مشکلات خود را حل کردند نماینده مردم اردکان در مجلس نهم با تاکید بر اینکه به طور حتم بنزن موجود در بنزین تولید داخل تا ده سال آینده یک نسل از کودکان کشور را به بیماری های العلاج مانند سرطان مبتلا می کند یادآور شده چرا به مردم گفته نمی شود که عامل اصلی بروز سرطان کودکان در کشور آلودگی هواست <applause> پس از بهار به سراغ روزنامه آرمان میریم که در صفحه اول هشدار متحری درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تیتر کرده و در خبری در این رابطه آورده فضای مناسبات مجلس و دولت یکی دو روزی است که تغییر کرده پیشتر اصرار برای آمدن به مجلس از سوی نمایندگان بود و انکار از سوی احمدی نژاد حالا خودش در نامه ای به هیئت رئیسه درخواست کرده به مجلس برود و با بهارستان نشینان دیدار کند موعد جلسه هم چهارشنبه هفته آینده است محور جلسه نیز آنطور که معاون پارلمانی رئیس دولت گفته موضوعات اقتصادی است حالا محمود احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که باید با نمایندگان مجلس صحبت کنه و رایزنی های لازم صورت گیرد این را هم البته معاون پارلمانی او از قول او گفته است هنوز معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که رئیس دولت بعد از کش و قوس‌های فراوانش با مجلسی ها بر سر موضوعات اقتصادی به چنین نتیجه‌ای رسیده آن هم درست وقتی که علی مطهری هشدار داده اگر دولت بخواهد بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در کشور اجرا کند و قیمت کالاهای موضوع این قانون را افزایش دهد به نظر من کار از سوال گذشته و باید استیزاه را مطرح کرد. هنوز یک ماه بیشتر از زمانی که نمایندگان مجلس به هر دری زدند تا محمود احمدی نژاد را برای پاسخ به سوالاتشان به مجلس بکشانند نمیگذرد. رئیس دولت البته گفته بود که در صورت حضور در مجلس حرفهای ناگفته را مطرح خواهد کرد. خیلی ها راجع به این حرفها گمان زنی هایی کردند. برخی نمایندگان میگفتند او حرف ناگفته برای زدن ندارد و برخی دیگر که بیشتر از اعضای جبهه پایداری بودند تاکید میکردند آمدن او به مجلس به صلاح نیست نهایتا با توصیه رهبری طرح سوال متوقف شد اما هیچگاه معلوم نشد او چه حرفهای ناگفته در دل داشته که میخواسته در جلسه سوال خود مطرح کند از آن زمان تا حالا هرچه گذشته از حجم اختلاف نظرهای مجلس و دولت کاسته نشده محمود احمدی نژاد درست زمانی تصمیم گرفته به مجلس بره که تصمیمات و اقدامات اخیرش یعنی عزل وزیر بهداشت با انتقادهای نمایندگان روبرو شده در همین مدت او دو وزیر خود را بدون مقدمه و علارغم مخالفت‌های شدید عزل کرده یک ماه است که لایحه بودجه را برای تقدیم به مجلس معطل گذاشته و مهمتر از همه مصوبه ای را در هیئت دولت برای استخدام نیروهای جدید تصویب کرده که به گفته برخی نمایندگان به مسابه انفجار یک چمدان TNT در نظام اداری کشور همه اینها مشخص می کنند که عملاً, عملا چندان عزمی برای رفع این دست اختلافات با مجلس در بدنه دولت وجود نداره. همینه که تصمیم یک باره محمود احمدی نژاد برای رفتن به مجلس را با سؤال روبرو میکنه خبر دیگری که در صفحه سه جلب نظر میکنه این تیتر رو برخود داره با دستمال کثیف اقتصاد را تمیز نمیکنن و در خبری از قول محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی آورده قلام حسین محسنی اجهی در جمع خبرنگاران گفته قبل از ساختار و قانون باید اراده به منظور مقابله با فساد وجود داشته باشه پس از اراده باید مجریان پاک باشند نمی توان با دستمال کثیف اقتصاد را تمیز کرد دادستان کل کشور با بیان اینکه اخلالگری های اخیر بازار ارز تنها به خاطر فعالیت و سودجویی 22 نفر نیست گفته بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافت، یافته و تشکیلاتی است و باید برای مقابله با آنها نیز سازمان یافته و با هماهنگی عمل کرد اجایی در پاسخ به سوالی در مورد معوقات و بدهی های بانکی گفته در مواردی خود دولت زامن است که این معوقات پرداخت شود در مواردی ممکن است بانک ها کوتاهی کرده و هنگام دادن وام وسیقه مناسب دریافت نکرده باشند در موارد دیگری نیز فرد یا سازمانی اقدام به دریافت تسهیلات کرده و با مشکلات ناخواسته و نوسانات بازار روبرو شده است این افراد بدون سوء نیت نتوانستند بدهی خود را بدهند و قانون به بانک ها اجازه داده برخی معوقات این گونه مشتریان را به تعویق بیاندازد. به گفته وی ادعی نیز با تقلب و رشوه تسهیلاتی را دریافت کرده و آنها را پس ندادند که قوه قضایی آمادگی برخورد با این افراد را دارد به همین دلیل بانک مرکزی نیز در یک سیدی فهرست اسامی بدهکاران دولتی و شبه دولتی و خصوصی و افراد حقیقی حقوقی را برای ما ارسال کرده در صفحه چهار هم آرمان خبری داره از مرزیه وحید دستجردی وزیر معزول بهداشت با این تیتر ناگفته زیاد دارم اما دنبال ایجاد التحاب نیستم سرانجام رد پای وزیر سابق بهداشت پس از گذشت دوازده روز از برکناریش پیدا شد حضورم به ارزیه وحید دستگردی در روز یکشنبه در مجلس و آغاز به کارش در بیمارستان جامعه بانوان آرش فرصتی ایجاد کرد تا بار دیگر خبرهای از این وزیر منتقد شنیده شود. گمان زنی ها بر سر تأثیر اختلاف محمود احمدی نژاد با وزیر سابق زمانی پررنگ شد که تنها چند روز پس از برکناری دی بود که داروهای خاک خورده در گمرک با دستور دولت ترخیص شد اتفاقی که بر تمام اموهگرهای قبلی سهه گذاشت این موضوع برای دی نیز محل پرسش بود زمانی که درباره اتفاقات پس از او در حوزه دارو سوال شد پاسخ داد باید از دولت پرسید که آیا مشکل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی من بودم یا ارز مرجع برای واردات دارو که پس از برکناری من این تحصیلات اختصاص یافت او ادامه داد حتما مشکلی بوده که با رفتن من از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع اختصاص ارز مرجع برای داروها مرتفع شد وزیر سابق درباره شایعه متوقف شدن طرح پزشک خانواده از سوی دولت نیز توضیح داد طرح پزشک خانواده از مصوبات دولت نبوده که متوقف شه بلکه جزء تکالیف برنامه پنجم توسعه و در راستای سلامت جامعه طراحی شده زمانی که وزیر بودم تنها مانع اجرایی شدن طرح پزشک خانواده بودجه بود بنابراین اگر به دنبال انقلاب و تحول در حوزه سلامت جامعه هستیم باید دولت با تأمین بودجه برای اجرایی کردن طرح پزشک خانواده آن را عملیاتی کنند دستیاردی همچنین در مصاحبه دیگری که درباره دلایل برکناریش از او پرسیده شده ترجیح داده تا توضیح, توضیح واضحی ندهد و تنها به گفتن این مطلب بسنده کند که فعلا به دنبال ایجاد التحاب نیستم و ناگفته هایم را در زمان بهتری خواهم گفت در این قسمت از برنامه هم نگاهی میندازیم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران در صفحه اقتصادی هم گزارش اصلی آرمان در مورد کسری 28 هزار میلیارد تومانی بودجه است و در این گزارش آمده گزارش عملکرد قانون بودجه سال 90 کل کشور دیروز از سوی معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام شد کسری 28 ممیز 7 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه سهم یک چهارمی مالیات از بودجه وابستگی 46 درصدی بودجه به نفت و افزایش 40 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل از مهمترین مواردی است که در این گزارش به چشم می‌خورد. در گزارش بودجه سال 90 که روز گذشته ها منتشر کردند، حاکی از تراز عملیاتی در بودجه سال 90 برابر منفی 287 هزار میلیارد ریال است. یعنی درآمد پیش بینی شده 287 هزار میلیارد ریال کمتر از هزینه است. به سراغ روزنامه اعتماد میریم که در نیمتای پایین صفحه اول خبری داره با تیتر ایلان ها دیروز بدون سوخت ماندن 20 فروردین ماه سال جاری بود که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران به شرکت های هواپیمایی سه ماه مهلت داد تا بدهی 567 میلیارد تومانی خود را تصویه کنند در غیر این صورت سوخت آنها را قطع خواهد کرد حال امروز گویا این اولتیماتوم نفتی به شرکت های هواپیمایی قطعی شده و از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 18 دیما شرکت پالایش و پخش فراوردهای نفتی بعد از 6 ماه از پایان اولتیماتوم اولیه خود سوخترسانی رسانی به هواپیماهای های شرکت های هواپیمایی داخلی را با استناد به قانون قطع کرد. این امر که در ابتدا تنها یک شوخی نفتی شمرده میشد موجب شد تا شرکت های هواپیمایی طی ده ماه گذشته همواره بر مهلتگیری از دولت اصرار ورزند و همواره از دولت بخواهند تا با پرداخت یارانه های نقدی از باری که بر دوش شرکت های هواپیمایی است بکاهند البته در همان زمان جلیل سالاری اعلام کرده بود که پس از اتمام مهلت نرخ سوخت بر مبنای سوخت آزاد محاسبه می شود و طی ماهای گذشته نیز قیمت سوخت طبق نظر دولت افزایش یافته که این انبار توجه به عدم پرداخت بدهی های باقی مانده قبلی شرکت های هواپیمایی افزایش یافته و کار را به جای رسونده که از صبح روز دوشنبه مقرر دوشنبه مقرر و با, با پایان چندمین دور مهلت ای به شرکت های هواپیمایی رسما سوخت رسانی به هواپیمای شرکت های بدهکار قطع شد بر اساس این گزارش ظاهرا در حال حاضر شرکت های هواپیمایی بالغ بر 600 میلیارد تومان به شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی بدهکار هستند و این شرکت مصر است تا مادامی که بدهی های این ایرلان ها تصفیه نشده سوخت را متوقف کنند در صفحه سه هم اعتماد تنزی از پیمان مقدم داره در ستون کابوس با تیتر شایعه خبر نمی کند. پیمان مقدم در ستون کابوس اعتماد نوشته ما میخواستیم پرونده تغییر و تحولات در کابینه را ببندیم اما وقتی رسانه های اصولگرا خبرهای پشت پرده را منتشر میکنند و وزرای محترم شایه ها را تکسیب میکنند دیگر دست و پایمان ما شل میشود امو معتقد است هفت سال گذشته و شما هنوز در خیال خام بحران بحران نصاب کابینه مانده اید اصلا بگذار خیالتان را راحت کنم اگر کل وزرا و معاونان هم تغییر کنند به جایی بر نخواهد خورد چیزی گیر شما هم نمی آید نویس نوشته والا ما و امثال ما که کاره ای نیستیم ما همین گوشه نشستیم و نان و ماست را میخوریم البته ممکن است ماست گران شده باشد اما نان هنوز به هزار, هنوز به هزار تومان ارتقا نیافته، و, جا، و, جای شکرش باقی است اموجان پرسیده خب پس به شما چه مربوط که کی میره و کی میاد اصلا شما که نه سر پیاز هستید و نه کاندیدا دارید و نه توبه میکنید و نه براعت را قبول دارید بروید دنبال یک زندگی شرافتمندانه کاری نکنید که یک وقت عاقبتتان به جاهای باریک منتهی شود تنز اعتماد ادامه داده خب باز هم مشکل تفاوت معنی است احتمال تعریف جاهای باریک از منظر اموجان و ما فرق دارد اوضاع ما خرابتر از این هم میشود آیا البته فرض محال محال نیست وقتی جناب سلحشور حکم میدن که من شک دارم که جیرانی و کاهانی و بقیه این فیلمسازان مسلمان باشد هر کس که به مسلمانان خیانت کند و جوانان را گمراه کند مفسد فل ارز است و خونش حلال روزنامه شهر هم در صفحه اقتصادی خودش از قول کارشناسان اقتصادی تیت زده مجلس مانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شود و در این گزارش آورده محمود احمدی نژاد ازمش را جذب کرده تا هر جور که شده فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در چند ماه مانده به پایان دولت اجرا کند. نتیجه اجرای فاز اول این شد که تورم به روایت بانک مرکزی به 26 ممیز یک درصد برسد. این شاخص خود به تنهایی گویای شرایط اقتصادی امروز است. بسیاری از کارشناسان با رصد وضعیت اقتصادی کشور با اجرای فاز دوم مخالفند و آن را در شرایط فعلی صحیح نمیدانند مهدی تقوی یکی از اقتصاددانان است که موافق با اجرای این قانون نیست این, استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با شرق میگوید اجرای فاز دوم علاوه بر تورم که مهمترین شاخص اقتصادی است سایر شاخصهای دیگر مانند بیکاری را افزایش میدهد و موجب کاهش قدرت خرید افراد و تشدید رکود تورمی می شود که این دو هم به دنبال خود مشکلات بیشتری را به همراه می آورند. مسئله دیگر هم که توسط این کارشناس اقتصادی مورد اشاره قرار میگیره منابع پرداختی یارانه نقدی است او میگه اگر قرار باشه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول یارانه پرداخت کند اثر پرداخت یارانه نقدی از بین خواهد رفت و با وجود پرداخت مبالغی به صورت ماهانه نه تنها قدرت خرید افراد افزایش نمییابد بلکه موجب کاهش آن هم می شود. به گفته تقوی اگر دولت از تجربه فاز اول درس نگیرد و به همان شیوه فاز دوم را هم اجرا کند همان بهتر که این فاز اجرا نشود و امیدواریم مجلس اجازه اجرای این فاز را به دولت ندهد از روزنامه قانون هم ستون تنزان رو براتون در نظر گرفتم از احسان پیربرناش احسان پیربرناش ده هم در ستون تنز قانون نوشته هرگاه از دریچه یک سیاستمدار به زندگی نگاه می کنم روزگارم آبستن حوادث می شود خب وقتی با حقوق مسافرکشی بخوام از چنین دریچه به زندگی چشم بدوزم باید هزینه این گنده دوزی ها را هم بپردازم مثلا امروز که میخواندم وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده شده یا 35 نماینده مجلس درخواست استیزای وزیر آموزش پرورش رو مطرح کردن سعی کردم از دریچه یک وزیر به زندگی نگاه کنم البته طبیعتا نه از دریچه مرزی خانم همین دریچه حاج بابای اینا به نوشته این تنز داشتم به این فکر می کردم که اگر همه این استیزاها عملی می شد اگر من طی این چند سال اخیر سرویس رفت و برگشت وزرای استیزا شده به مجلس بودم اگر هر کدام تنها هزار تومان کرایهشان اشان می شد اگر 500 تومانش را, 500 تومانش را هم دادم به پارکبان من الان هیچی که نداشتم کم کم سه هزار میلیارد تومان سرمایه داشتم آن هم هزینه استحلاک، لاستیک و روغن و لنت و دینام در رفته تنها تفاوت این روزگاری که دارم با آن روزگاری که آبستن حوادث می شود این است که هزینه ها را بدون هیچ کم و کاستی دارم فقط سه هزار میلیارد تومان را ندارم و در پایان مطابق هر روز نگاهی خواهیم انداخت به کارتون های انتخابی امروز کارتون روزنامه اعتماد کار جواد تکجو کارتون روزنامه قانون کار بزرگ مهر حسینپور کارتون خبرگزاری ایسنا کار جابر اسدی کارتون روزنامه جام جم باز همکاری از جواد تکجو و کارتون روزنامه شرق کار آروین از اینکه امروز هم همراه برنامه بررسی روزنامه ها بودید از شما سپاس گذارم و شب و روز خوشی را برایتان آرزو مندم شاد و سرافراز باشید